همه امروز تاریخ 4 جولای 2020 است. امروز به صورت بسیار مختصر راجع به کرونا ویروس یک صحبت خواهد کردیم، به خاطر از اینکه کرونا ویروس تقریبا 6 ماه شد، یعنی آخر دسامبر سال 2019 و امروز 4 جولای است. مگر واقعات از این در سرتاسر جهان و مخصوصا در امریکا در یا اواخر یک موج تازه پیدا کرده، یعنی واقعات پخش شده میرفت. خب استثنایی در یک چند کشور مثل نیوزیلند اگر وقایع کنترل شده باشه و ویتنام، در دیگر جا مخصوصا در امریکا و در افغانستان وقایع بالا رفته میره، یعنی نو سرچ خصوصا پیدا شده. دلیل از زیر گپ خود زدیم به صورت بسیار مختصر. کووید 19 یا کرونا ویروس یک مرض ویروسی است، از دسامبر سال 2019 شروع شد و تا سراسر جهان پخش شد و تا امروز در امریکا به قرار احصای پانتون جان هاپکینز 2.5 میلیون نفر در امریکا کیسای شناخته شده و همچنان زیادتر از 126,000 نفر وفیات داشته در امریکا و در جهان زیادتر از 500,000 وفیات داشته. CDC یا Center for Disease Control and Prevention هفته پیشتر اعلان کرد که تعداد وقایع اصلی کرونا ویروس در امریکا ممکن 10 چند بالاتر از رقمی باشه که ما فکر میکنیم. برای که خب یکی اعراض علائم یک تعداد دارن، یک تعداد دیگه از اعراض علائم بسیار خفیف داره، اکثر هیچ اعراض علائم نداره. همگی به این فکر بودن که کرونا ویروس تقریبا زیر کنترل آمده. اگه به صورت مشخص در امریکا بگوییم، خصوصا در ایالت‌های جنوب که مردم یک اندازه مقاومت میکنن و اکثرا تبلیغات منفی یا مس انفورمیشن که یک هوکس است، یک مسئله سیاسی است، این واقعیت نداره. این باعث شد که هفته گذشته تنها در ایالت تکساس در یک روز 5,000 کیس کرونا ویروس بود و همچنان هفته پیشتر در کالیفرنیا در یک روز 5,000 کیس. تاریخ اول جولای 2020 تنها در امریکا کیس های یک روز 50,000 کیس، که ای حتی کسایی را که به باور نداشتن اونا را تراندازه ترساند. ای کیس ها را همونطور گفتیم زیادتر در ایالات های جنوب است که یا یک انداز تمایل ازیره دارن که بی‌تفاوتی یا ایست که زیادتر یا بزنس اورینتد هستن یا مسائل تجارتی و مسائل بزنس فشان مهم است. در اکثر از ایالت ها بزنس های رستورانت ها یا مثلا بار ها یا هتل ها یا بیچ ها، جایی که اماکن تجمع عمومی بود، یکی اینا را باز کردن اگرچه به فول کپاسیتی نبوده، یعنی 100% نبود، اما به 50% ظرفیت و اینا ای را باز کردن. یک دلیلش و یک دلیل دیگه در یه آخر تجمعات و مظاهرات که بوده، مردم هم فاصله فیزیکی را مراعات نمیتونن و دیگه ایست که وقتی که تظاهرات آدم میره شعار میده، گپ میزنه، احساساتی میباشه، اکثرا مسئله پوشیدن ماسک هم مراعات نمیشه و ای طبعا کرونا ویروس با واسطه خدرات لعاب دهن در هوا انتشار میکنه در فاصله نزدیک 1 متر و ای هم ممکن رول داشته بوده باشه. در مجموع ای عوامل است که زیاد رول داره که این سرج دوم یا بلند رفتن این کیس ها ممکن رول داشته باشه. یکی هم ایست که هر واقعی که مزمن شود، دوامدار شود، یک اندازه مردم بی تفاوت میشن. خب خصوصا این مفکوری که پیش جوان ها بود که مرض اشخاص را که سنشون از 60 بالاست و این کسایی که امراض قلبی دارن و فشار خون دارن و امراض مزمن شش دارن یا ایست که مرض شکر دارن یا امراض مزمن گرده دارن یا مثلا پیوند اعضا شدن و سرطان دارن و اینا پیش از ایناست. ما جوان ها که صحت ما خوب است ما رو نمیگیره. ای دو خطر متوجه می سازن. یکی ایست که امدفع آدم در ای سرج یا ای دفعه که ای موج دیگه که آمده قربانی های از این اکثرا جوان هستن، جوان هایی که مریض میشن و اکثر تلف میشن میمونن. اینا اولیست که این خطر برای خود چه کنن که خودشون مبتلا میشه و ایست که آدم پیشبینی کرده نمیتونه، با وجود که در کرونا زیادتر از 80% اعراض بسیار خفیف دارن یا حتی هیچ اعراض ندارن و خود شخصی شاید نفهمه. مگر خطر از جایی است که اگر
در این سیر وخیم پیدا کنه، آنن میتونه شخص حالت سیش بسیار وخیم بسازه، یه که حتی باعث مرگ شود. و یا ایست که اگر عراض و علایم هم نداشته باشه، او به این فکر است که من جور استم و این میره به دیدن پدر و مادر، به دیدن مثلا پدر کلان و مادر کلان یا دیگر دوستا، به می مفکوره که من صحت استم و این میتونه عراض و علایم نداشته باشه مگر مرض پخش بکنه. به این دلیل این مسئله بسیار مهم است که ما این مسئله مد نظر بگیریم، و دلیل که اکثرا امدفع وفیات و همچنان شوی مرض در نسل جوان ها بسیار زیاد است، این یکی از دلایلش است. این مرض است که گفتم 6 ماه ما باش آشنایی داریم و تا به امروز کدام دوای مؤثر، دوایی که از نظر علمی ثابت شده باشه که بله مؤثر است به صورت قطعی، ما ایده یک دوا را نداریم. واکسین هم یک راه بسیار مؤثر جلوگیری از است. تا به امروز ما کدام واکسین هم که تایید و تثبیت شده باشه که بله این مؤثر است نداریم، اگرچه بیشتر از 100 کمپانی سر از این کار میکنه که واکسین مؤثر باشه بسازه، و چندین کمپانی، حدود 80 کمپانی در فیزهای مختلف ترایل هستند که تا مرحله 2 هم رسیده، فیز 2 و در این روزای نزدیک شاید و فیز 3 هم برسه که این تستایی است که سر انسان ها میشه. اما یک واکسین که ساخته شده باشه، تایید شده باشه، اتو تا به حال وجود نداره. ممکن در چند ماه آینده یا در شروع سال نو این یک امیدواری است، اما باز هم یک قطعی نیست. به هر صورت یعنی نه تداوی و نه وقایه مشخص برای این مرض داریم. پس چی باید کرد؟ چیزی که ثابت شده اوی است که وقایه در این مثلا در جلوگیری از این مرض رول داره، رول عمده را داره و رول مؤثر داره. اولین مسئله، مسئله حفظ فواصل فیزیکی است، اما فاصله 1 متر در صورت امکان 2 متر، پوشیدن ماسک که او هم به صورت درست پوشیده شده. مثلا اکثر مردم آدم میبینه که ماسک میپوشه مگر بینیش پوشیده نیست، یعنی پوشیدن ماسک به صورت درست که هم بینی و هم دهنه بپوشانه، برزی که اگر شخص صرفه میکنه یا حرف میزنه ای ده هوا تا فاصله دور پراگنده نشه. گرچه ماسک ها انواع مختلف داره، مؤثریتشون هم مختلف است، اما هر نوع ماسک از نپوشیدن ماسک باز هم بهتر است، ولی اگر ماسک تکه‌ای ساخت خانه هم باشه. در یکی از ایالات ها که تشویق می شدن مردم که ماسک نپوشن از طرف بعضی ها، یکی از ایالات ها ایالت تکساس بود، و دیروز در ایالت کسایی که در بیرو در ملای عام میگردن، در بازار میرن و ماسک نپوشن، $250 جریمه میشن. به خاطر از اینکه کسایی که به این معتقد نبودن که این ویروس جدی است و مرض واقعی است، اونا هم به این معتقد شدن که بله این مرض است و این میکشن. و دیگه ایست که این کار میده. بنابراین اولین مسئله ای است که آدم در صورت امکان از رفتن در جای بیروبار است جلوگیری شود، در جای مزدحم نره. دومی است که ماسک بپوش اگر میره. سومی است که در اگر در بیرو هر چیز تماس میکنه باید دستای خود بپوشه، دستا به صورت مؤثر شسته شود، تنها این که اوکش شود. دست باید بر حداقل 20 ثانیه با صابون و او شسته شود یا مواد سانیتایزر. بدبختانه در ایالت نیو مکسیکو 3 نفر در ماه می 3 نفر مردن و 1 نفر به صورت دائمی بینایی خود از دست داد، برای که مواد هند سانیتایزر، مواد که دست کچ میشه و او الکل داره، میتایل الکل، که میتونه باعث کوری شوه یا باعث مرگ شوه. 3 نفر کشت، 1 نفر هم بینایی خود به صورت دائمی از دست داد، 3 نفر دیگه شون حالت سیشون به صورت وخیم است. تبلیغات که در یک قسمت شده بود و او مردم ها هم نفهمیده، به جایزی که او هند سانیتایزر برای شستن دست استفاده کنه، اونا خورده بودن که مسئولش کسایی هستن که تبلیغات غلط میکنن یا میس انفورمیشن برای مردم میدن. اگر آدم اینی مسائل مراعات کنه، ماسک بپوشه، فاصله فیزیکی را مراعات کنه، دستای خود بشه، نه تنها است که برای حفظ صحت خود، برای حفظ صحت و سلامت دیگران هم این کمک میکنه. یکی از مسائلی که باید آدم بگویه که بی‌تفاوتی اکثر خود ما باعث از این میشه که مصاب مرض شیم، و اگر مصاب شد درست است که اکثر مردم شفایاب میشه، اما
ایره کس پیش بینی نمیتونه که کی در او کتگوری اقلیت که ممکن مرضش بسیار وخیم سر داشته باشه ایست که حتی فوت کنه کی در او کتگوری است. به این خاطر در اینجا اگر آدم دگرها را ملامت میکنه خب میتونه هر کس را آدم ملامت کنه، کسی که ضرر میبینه خود آدم است یکی، و دیگه ایست که دولت ها مثلا زیاد چیز نمیتونه، اینا میتونن که همی یا سفارش های خود بتن، وزارت صحت عامه مثلا چی در اینجا، چی در کشورهای اروپایی، چی در افغانستان، اونا میتونن سفارش های خود بتن، مگر اینکه خود آدم اگر ایره عملی نکنه در این قسمت مقصر خود آدم است. و دیگه ایست که این امکانات مخصوصا در کشور ما متاسفانه امکانات تداوی و شفاخانه مجهز و امی وسایل محافظتی و ایسا وجود نداره، حتی در کشورهای مترقی و پیشرفته و پولدار جهان هم امکانات محدود است، اونطور که فکر میشد نیست. به این خاطر آدم کوشش کنه که امو مسئله که میگن یک خرد وقایه بهتر از یک خروار تداوی است، اینی را آدم مراد کنه، برای که توال ما کدام تداوی یا وقایه مشخص برای این نداریم. دانشمندای پانتون هاروارد میگن که اگر خب این ویروس ها کسی یک جهش جنتیکی یا جنتیک میوتیشن میکنه که تغییر میکنه جنتیکشون مثل فلو واره یا انفلوئنزا واره، اما انفلوئنزا به اون خاطر است که هر سال ما واکسین نو بگیریم، مگر دانشمندان هاروارد میگن که این ویروس اگر جهش مثلا جنتیکی هم میکنه او بسوی نیست که اگر ما بتونیم یک واکسین موثر برش بسازیم ممکن امو واکسین اگر کار بده ضرور نباشه که هر سال واکسین نو برش ساخته شه. افغانستان متاسفانه مسئله همین ننگ اجتماعی همین سوشل استیگما که میگیش که وقتی یک آدم مریض میشه او را ننگ میدونه، او را پت میکنه به خاطر از اینکه شرم پنداشته میشه. الان که یک مرض ویروسی است هیچ کس ما مقصر نیست که یک مرض ویروسی آدم میگیره مثل که آدم ریزش کنه، قصوری از این نیست. و دیگه ایست که خصوصا اشخاصی که مریض میشن اگه بدگان نگوین اینا باعث از این میشه که ویروس بدگان انتشار کنه، و اگر بعض کسا فوت میکنه اینی مسئله که دوست ها میان اونجا ازدحام میشه، فاتحه گیری میشه، مسئله ترحیم و یک پاست کلگ جمع میشه، از یک نفر میتونه و صدها نفر بگیره. و یه وقایی واقع شده که برای دوستان نگفتن که دلیل فوت از یک کس چی بوده، برای اینکه این مسئله ننگ اجتماعی است. امیدوار هستم که واکسین از این یا تداوی از این پیدا شه در آینده قریب و بتونه بشریت از این آفت نجات پیدا کنه. خب